بازم میگم که همیت دل شدی فایز لورا مقصد ما دیکاد میتونم حتی دار همیت روزه خرسندی مراکا بود کرده سی چون لولا رو خالی خیش آغوش کرده ما یارو برادری فراموش کرده چون لولا رو خالی خیش آغوش کرده تماشابین عزیز این آغوشی من نبود آغوش هزاران نفرانی که میخواستند که محض این سرود رو شنیده ارزمی نداری رو عمری انسان در گذر باشد جوانی و بهارو عمری انسان در گذر باشد فکری آغوش زنی خمو نکنیم فکری برادری را نه فکری خانه اوچا جان را نکنیم ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است دوستان عزیز امروز با شما معلوماتی تازه دارم در باره شرکت اسنس میخواهم معلومات دهم شرکت اسنس که از کلانترین و مشهورترین شرکت های اروپایی میشد که 1500 نوع محصولات خود را استحصال میکند که شما را امروز میتواند به کار دعوت کند دوستان عزیز شما میخواهید که از شرکت اسنس دوخی های رقمی را دسترس کنید تو جای میدونیم در همه جا 300-350 سومانی ارزش دارد ولی امروز شرکت اسنس با شما یک پیشنهادی خوب رو میدهد که در آن شما میتونید که 3700 روبل صرف کرده انا همین دوخی رقمی رو یک تونه دو تا دسترس کنید یعنی یک تاش رو هم تو با شما توفه میکند غیر از این 60 نمود پروبنیک های انا همین محصولات های شرکت اسنس رو با شما با دستان خودشان توفه میکنند پس چی رو نگاه دارید؟ بیاید با محصولات های شرکت اسنس شناس شده اعضا شوید با کار دعوت میکنیم با پول کار کنید و اینچنین دوخی رو به دست گیرید شرکت اسنس در جهان که از شرکت های محسوب مییابد که سرتیفیکات حلال دارد یعنی سرتیفیکاتش ارگینال است و شما میتوانید با باوری اون رو دسترس کرده با کار بیاید معلومات شرکت اسنس به شما مقبول شده باشد رقم های واتساپ در روی اکران باری دیگر میگم که پرتوقتی پرصبری بهره هر یکی اونهایی که مادر رو از دست دادن تمنا داریم لایق جان زندگی شکست و ریختوی زیاد دارد. هر یک نفری ما علاقه غم و درد و غصه و روزهای سخت و دشوار رو اثر گذارندیم. روزهای خورسندی رو اثر گذارندیم. در زندگی شما روزهای خوب رو بسیار اثر گذارندیم. وقتی که خورد بدم راستی گفتم هیچ جای پوشیدن است که ما را پدر مادر در لحظه های سختی یعنی با پاره های نان مقصد بزرگ کردن یعنی امروز که انمون کاشانه ما مقصد خانه های ما از در میدارایی وارد خانه شدن همه چی هست لیکن حاضر هست وقتی که پدر مادر ما را با سختی ها بزرگ کرد یعنی لحظه های بود ما کودکم بودیم حاضر درک میکنم که برای ما نان از کجا پیدا میکرد پدر ما مادر ما وقتی که شما گفتین که چی سختی ها دیدی چی شادی ها دیدی فکر میکنم تا حاضر که پدر مادر دارم خوشبختم به خاطر چی خوشبختم که در لحظه های خرسندی من اوچا در لحظه های غمانگیزی من مقصد اوچا میگم یک سخن دارم مقصد که اون کسی در زندگی قدری من را میداند مادر است اون کسی در روزی بعد همراه من میماند مادر است با پیشم لبخند زنند دوستان نانی بحری نانم آن کسی در وقت غم در بر من میماند مادر است مصرعی هست که زندگی علاهیده داریم لیکن وقتی ما مادر در زنگ میزنیم مادر در خانه خود شای ما علاهیده زندگی میکنیم اوچا سوزی خوبی سلامتیت خوبه همه خوبه میشه خدا را شکر میگه گشنهی سری اولین آدم میپرسه که همین اوچا میپرسه مقصد بخانه دیر آیم هیچ کس را نیست پروایی آن کسی نخفته بیدار میماند مادر است آن کسی در زندگی قدری مرا میداند مادر است مثل را خدم ایجاد کنگیم حتی نویسندگیم که اگر عضوت کند دردی نسازد کس پروایش اگر عضوت کند دردی نسازد کس پروایش آن کسی شریک دردهاد میماند مادر است چه خیلی شما گفتین چی درد و چی رنج در حیات دیدید پدر مادر تا حاضر هست فکر میکنم هیچ غمی نیست
اهمیت دادید که ما اگرچه به کمال هم رسیده باشیم در نزد مادر چون یک کودکیم. درست. مادر یعنی مقصد چه خیلی که همیشه خواتیر می شود، پریشان می شود که فرزندم در کجاست و چی کار مشغول شد. خواتیر می شود مادر، خواتیر می شود مادر که حالا در کجا باشی. آن کسی نخفته بیدار می ماند مادر است. در حقیقت مادر هر یک شخص، هر یک شخص باید در قدرش برسه. بله. مادر بهترین امروز که زنده اند باید به قدرش برسه. حتما در حالت زنده بودن پدر و مادر باید لحظه‌ای بوده است که سالهای پیشین تلفن بوده است. خیلی فرزند پسر میرا یک نیم ماه یعنی در اونجا سفر داره، نمیدونیست که با کدام روح مثلا حال احوال مادر را پرسه. شکر که از تلفن است، باید هر دم پرسیدن در کار مادر جانا. مادر بهترین مقصد از در میدرویم یک چهره نورانی را میبینی، میبین در حقیقت میبینی. این ای مصرع را میخونم، میگه که چون لاله رو خانی خیش آغوش کردیم، ما یارو برادری فراموش کردیم. چون لاله رو خانی خیش آغوش کردیم، ما یارو برادری فراموش کردیم. فرزند پدر در پزی در نولان است، یا بادهی به عدی مگر نوش کردیم. ما یارو برادران پریشان چرا، از محفل یک دیگر گریزان چرا. در جمعی ما خاطری آچه بوده، بعدی سریان حیران پریشان چرا. اوی اکس ایمو منی جابونو نام دارد و شما میتونید که برای به تاجیکستان اومدن یا که از تاجیکستان به روسیه رفتن از ما چیپته خرید. همین که شما چیپته های ما رو خریدید، برنامه های جالب ما رو میتونید بیمالو تماشا. نرخوش بینید ارزان هستند و از دیگر اوی اکس ها فرقی کلان دارند. باور نمیکنید، زنگ زنید. چی منه داره که بازی ما فرزندان پدر، همه فرزندان پدر، پدر مادر زنده که هست، به خاطر مادر دودوم پیش پدر میره و پیش مادر میره و همون صدای دروازه را میشنوه و کی اومد اندیشه میکنه که با فکرم بچه جانم اومد. خیلی دیگه کنم وقتی که پدر مادر میگذره، اگر آدمی مسئولیت داره، برادرش دوست میداره، سرجام شده خونه پدر مادر رفته یک خرسندی را کنند که وقتی در خونه که پدر مادر حضور یعنی وجود داره هست. این امورم شش فرزندی پدریم، دوتا دختر، ششتا پسر. چخیلی که ما سرود خوندم که چون لاله رو خونی خیش آغوش کردیم، ما یار و برادری فراموش کردیم. اگرچه پدر و مادری ما با همین تقدیر لحظه های شوا، اگر ما زنده باشیم، شخصا ما پدر مادر ما از دنیا گذره، ما این سرود خوندم چون لاله رو خونی خیش آغوش کردیم، ما یار و برادری فراموش کردیم. بعد که پدر مادر از دنیا گذره و با ما آغوشی یعنی در آغوشی زنوی خودمون مثلا فکری آغوشی زنی خودمون نکنیم، فکری برادری را نه، فکری خونه اوچه جان را نکنیم، همتا مهرگون میشه. لیکن ما فرزندان پدرم بسیار باوری دارم که همین خصلت آدمیتشون بعدی پدر مادرم گذشتنم همین خیلی ما باوری دارم. حضیرم مهر محبت هست. تو که در آینه قلبم حتی یک لحظه نمیتابی، مکن فندم که بی من گویا نمیخوابی. وقتی در سرودی که غم‌انگیز ایخل میخونم، شاید بعضی مخلصو بگوان که اکل یکا توی دمیوریم همین سرودشا میخونده باشا، همین تو که در آینه قلبم بوده. این مخلصاش بسیار یعنی برادر ها. بله. هنرمندایی که ما عادتا میخوام که یک صنعت دوست میدارم، نه که اوجش دوست میدارم، همه بالاترین دوست میدارم که مقصد ما یک فرد باشم که هنرمندی معنی سرو باشم. مقصد خیلی توی مرکه ها در میخونن این مثال میگو که آدمی که
مقصد معرفت سخن داره اینا ما دقت میتوم خدا اونش دروز کنه دلشودی فایزلو حتی در معرکه ها سخنوی بامانی سرودی رخصی میخونه خدا اونش دروز کنه ما دوست میدارم دا خبت توی در رفتم گفتای مقصد تو در تاکی تو چیشی ما در تاکی بید یعنی اینا هم ندرستای بعد یک بازم میگم که همین دلشودی فایزلو رو مقصد ما دقت میتوم حتی در همین روزای خرسندی معرکه بود که سای سخنوش همش ترتیب داره ما او در رحمت میگم خیلی با بازیجا گوش میکنم خب چی معنی داره گفت ما وقتی که ما اینجا اولیم سرودی مقصد ملایم خوندم همه سرود همین کدوم هنرمندی حوزی هسته همینجا میری همون ترنای پستمازو را میخونه دیگه مثال ها دل شجاع خونده اگه سری زل فیت نشود همین سرودو را میخونن همه میخونن حتما مرکه میریم همین سرودو را ما میخونیم در اونجا بزمی خرسندی و برادر عزیزمون توی بزن ویسول داره او دا میری میخونی با ما اوجا رفته نولا نمیکنیم بله درست گفتیم درست میگیم برای امون مراکو دا آباد میکنیم همو جا میخونم که مقصد ترتیباتی سخانه مثلا کچگی بر نبوشده باز هم میگم که ما همین وقتی همی بزموی همی تویانه که مقصد دلشودی فازلو تماشا میکنم میگم رحمتی کلام که همی تو دمی بزم آباد میکنی لیکن با ترتیباتی خودش قندوش بزنم برای که همو توی دم نگاه میکنم هوشیار شدم میخونم که مقصد چیکلی حاضر گفتم در تگی تو چیشتی من در تگی بیت مقصد استراگ اومدی من رفتم تگ زردالو داشتم همین گپو فکر میکنم لازم نیست برای همو هم در رحمت میگم دم همو را تنها را گوش میکنم که نه ای موضوع نمی برویا سرود های شبی تنها دل رنجور مهر دیگر فرزندی پدر این در رپرتوار سرود های شما مشاهده گشتیم که بسیار هم تماشابین را به خود جلب کرده است و چون این سرودها را مردم زیاد میخواهند که باز در رپرتوار سرودهای شما زیاد گردد در آینده باز چی نقشه دارید در وصف کدام موضوع ها باز زیادتر و بهتر خواندنید در آینده نقشه دارم که مقصد خودی حاضر یعنی نقشه دارم که در وصف شهر دوشنبه یک ترانه خوب ایجاد کردم حرکت میکنم که با مردم پیشکش کنیم چکلی گفتم حاضر خودی حاضر فکری همون ده هستم که حرکت کد حرکت های ما ده همه که در برای همی شهر دوشنبه شهر زیبای خودمون ترانه آماده شده است بعد یک سرودی زندگی بعد یک سرودی رقصی هست به خاطر خیال کردن همون دخترک از همون را نصیب باشه اقفاشم یک دخترک خیال میکنه که سرودی رقصی های خیال میکنه که همون خوشحالی را دیدست های لیکن فقط خیال های وقتی بعد نگو میکنه که باز هم همون خواب های خیالات قطعی همون مقصد سرود خیال های خیلی سرودی زیقی نیست های فقط خیال هم را نصیب باشم خدا نصیب کرده که باشم هم را پیشکش میکنم در حاضر همین قد عرض دارم که همی شوه سرودی زندگی و مقصد در برای وطن شهر دوشنبه اگر نفر پیدا شود تمامی انامو خراجات کنسرت کلونی یکه شما رو به عهده گیرد شما در کاخ سروش یا که در کاخ فیلهارمونیا کنسرت یکه خود رو برگزار کنید راضی میشید البته البته اینا که روشاگون هر هنرمند این ارزو را داره مقصد همون تولور یک جای مقدس است باور کنید چندین مرتبه در تولور یعنی در زال برآمد کردیم اگه افتخار ایم میبروی مقصد این قدر مخلص وقتی سرودخوانی میکنی چه خیلی شما گفتین مخصوص مقصد برنامه کنسرتی شما در فلان کاخ گذره البته میخوام البته میخوام میشوه خدا خود با دستگیری نفرانه که در حقیقت مخلص اشده شما هست سلامت باشی این کنسرت رو ما انتظار مخلصان سلامت باشی سلامت باشی لایق جان مردم فکر میکنند که شما یک مردی ثروتمند داروی چندین مغازه‌های شخصی هستید. راست است؟ راستی گپ اینو یکون اساس نداره. اولو یعنی همش دروغای. یکون جوی راست بدنش نیست. میگه خدا را شکر میکنیم که سرپناه داریم. یعنی خونه و دار. زندگی خوب مشکلی نیست. آنهای مغازه و دیگه هاشا حتما نداریم حتما برای که میشود که حاضر خودی حاضر ما شما را به طرز دروغ گویم وقتی ندارم لیکن مشکلی نیست
اولو شکر میکنم که چقدر سرپناه کردیم مثلا خانه و در دیگه دیگه کارو را مثلا در عین جوانی حرکت رو کردیم که مثلا در آینده مثلا محتاج نشیم خدا دا شکر او گفتگیو اساس نداره میگن که آدم و دم است امروز هستیم فردا نیستیم پریشان میشوی روزه سرودی بهترینی شما است که ما شنیدیم و دقت ما رو جلب کرد من میخوام که همین رو در فرجام برنامه با تماشا ببینیم و قرائت کنیم البته سخنان شما هیچ وقت در هیچ کجا شکسته نمیشود سرودی پریشانم کنی حالا پریشان میشوی روزه بله از شاعر زنده‌یاد میرزا فیض علی میباشد یعنی مصرع و جوش جانت باشد همی را میخونم بخاطر یعنی که شما خوش کردین بله پریشانم کنی حالا پریشان میشوی روزی کنی سرگشتم امروز سرسان میشوی روزی منم با جان خرید دارد مگر دان روز من امروز که همچون مال ناد در کار ارزان می شوی روزی که همچون مال ناد در کار ارزان می شوی روزی جوانی و بهار و عمر انسان در گذر باشد جوانی و بهار و عمر انسان در گذر باشد خزانی عمر می آید پشیمان می شوی روزی خزانی عمر می آید پشیمان می شوی روزی سلامت باشی تشکر لایق جان تشکر احسن میگیم در حقیقت لایق توانستن که برنامه ما رو یک شکوه بخشند یک پر محتواترین حرف های رو بزنند که همه شما انتظار این روز بودید دوستان شما میدونید که ما با باوری حرف میزنیم و همیشه شرکت های باوری نو رو به شما توصیه میتیم به معلول به گرانیت رفته حجت های خود رو تخت نمایید دوستان عزیز تا جای خبر دارید شما مدتی 3 سال است که شرکت بخر رو با پاتیش کنی خود توصیه میدیم از این فرصت شما استفاده برده به معلول از نوی مقابل سکیت کنه نموده شما رو کارتون رو حل نموده به گرانیت برده باز به منزلتون میارم میدونم که دوستان عزیز شما برنامه های جالب ما رو تستیز منتظر میشوید ولی من به شما یک گپ رو میگم و سخن ما رو نشکنید لایق جان در پیشروی کسب و کار و ایجاد و صنعت شما نفری هست که در حقیقت در بر شما راست ایستاده به شما کمک کرده باشد برادر عزیز راست گپ از همه همین سخنان ما شاهد خداوند است یعنی دروغ گفتن به هیچ کس توفه دادگی نیستند عاقبت همون دروغ خوب نیست برای صنعت ما یک رفیق یک برادر بسیار قدردان مظفر دوست ما مظفر مرا در همین حیات بسیار دستگیری کرد یعنی نمون که من در زمین بغلطم مثلا کمی هم بود یا که بسیار بود مرا دستگیری کرد تشکر میگم من دوستم ده همون رفیقم ده مظفر دوست ما در حقیقت برای من دوستای با سخنای همو بعضی حالات هایی بود که من باید فریب میخوردم لیکن هم دستگیری کرد هم مرا کمی تربیت داد یعنی می ندارم در این دنیا تو رو دارم برادر در برم باشی که باشد چون تو غم خارم برادر در برم باشی کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود کم از دوستی که در سختی بگیرد دست دوستی خود به سختی و به خاریم برادر در برم باشی به سختی و به خاریم برادر در برم باشی ببین در راه مال و زر
برادر خان بسیار است، ببین در راه مال و زر برادر خان بسیار است. ندارم گر و یا دارم، تو در هر مشکلم باشی برادر، در برم باشی چو خونه در تنم باشی، برادر در برم باشی. سلام عزیز، سلام عزیز تماشابین عزیز، این آغوش من نبود، آغوش هزاران نفرانی که میخواستند که محض این سرود رو شنیده ارزومی نداری رو با لایق جان رسونند. ما با لایق جان صمیمانه از نومی کمانده کاریمون مینداری بیان میکنیم که وقتی قیمتی خود رو دریغ نداشته مهمونی برنامه ما گشتیم. ما هم نیز مینادور هستیم. در آخر با کلی تماشابینان که ما رو از تمام دولت های دنیا تماشا میکنند چی پیغام داره؟ پیغام ما به نام شخصایی که مقصد ما را گوش میکنند، یعنی سخنای ما را، سرودای ما را معنی داد میکنند، یعنی رحمت میگن. ما رو سیگب انا همون کمینتری را میخونم، مخصوص در ترانه برادر در برم باشی، ترانه غریبی، پریشان میشوی، تا همین لحظه ها را مقصد در حالتی کمینتری همون میخونم، هیچ سخنای بد نیست. البته به همه شما ما رحمت نامه میکنم که مرا همچنین یک هنرمندی معنی سرا قبول کرده اند. در اون همه همی مخلصوی که ترانه ما را گوش میکنن، ما رحمت که ما میرسون با ایجاد و با زندگی شما موفقیت ها. سلامت باشه، رحمت هر جای باشه، زنده و سلامت باشه.